عزیزی در مورد فرهنگ رانندگی تو آمریکا پرسیدن. خب عزیزان، تو آمریکا بستگی داره کدوم ایالت باشین، کدوم شهر باشین. اگر تو شهرهای شلوغ باشین که مهاجرها خیلی زیادن، خب اون فرهنگ رانندگیشون هم آوردن. اگر تو شهری باشین که جمعیتش کم باشه، مهاجراش قدیمی‌تر باشن، خب فرهنگ رانندگی آمریکا رو یاد گرفتن و خیلی بیشتر رعایت میکنن. ولی در کل توی آمریکا به خاطر جریمه‌های سنگین، به خاطر اینکه قوانین با کسی شوخی ندارن، مردم یاد گرفتن که رعایت کنن. میتونم بگم فرهنگ رانندگی خیلی خیلی بهتر از ایران هست اینجا و آرامش خیلی خیلی بیشتره. ولی خب اگه بیاین نیویورک، تو جایی مثل بروکلین زندگی کنین، برونکس زندگی کنین، چون جمعیت مهاجرها خیلی زیاده و مهاجرها هم اکثرا جدید هستن، رانندگی سیستم رانندگی کشور خودشون هم به خودشون آوردن، برای همین زیاد فرقی با رانندگی تو خیابونان شلوغ تهران و تبریز نداره. به هر حال عزیزی در مورد فرهنگ های مثبت و منفی مردم آمریکا پرسیدن. خب مردم آمریکا میگن یه سری که کلا مهاجر هستن توی آمریکا، یعنی اینجا تقریبا همه مهاجر، تو 300-400 سال گذشته همه، یعنی اکثری هم تو 300-400 سال گذشته اومدن و یه سری ها از اروپا، یه سری ها از آسیا و کشورهای دیگه اومدن و هر کس فرهنگ خودش رو آورده. ولی چون اینجا سیستم درست هست و قوانین درست هست، برای همین مردم مجبورن قوانین رو رعایت کنن. وقتی که قوانین رو رعایت میکنن، فرهنگ و نحوه زیستشون هم سازگارتر میشه با هم دیگه. برای همین میتونم بگم که هر بین توی این فرهنگ کلی آمریکا که با قوانین خودش رو نشون میده، قوانین خیلی مرتب و منظم هست، همه چیز تقریبا حل شده، همه چیز رو سیستم هست. اگر چیزی حل نشده باشه سریع حلش میکنن و تقریبا خیلی راحت هست. مثلا قوانین مهاجرت همه چیز مشخصه، یعنی شما میایین دانشجوی هستین، سیستمش مشخصه، فامیلی میایین، سیستمش مشخصه که چجوری کی گرین کارت میگیرین، چجوریه، کلا خیلی سیستم درسته اینجا. ولی خب توی این فرهنگ ها کلی هم خورده فرهنگ ها هستن که این خورده فرهنگ ها خورده فرهنگ های چینی ها هست، خورده فرهنگ های هندی ها هست، خورده فرهنگ های ایرانی ها هست. خود چینی ها هم ده ها شاید صد ها خورده فرهنگ های دیگه دارن، هندی ها هم همونطور، ایرانی ها هم همونطور، ایرانی های ارمنی هست، ایرانی های یهودی هست، ایرانی های میگم کلی فرهنگ ها هستن. ولی خب به خاطر سیستم درست آمریکا تونستن با هم دیگه خوب و خوش زندگی کنن و رو به جلو برن و میتونم بگم خیلی ها از زندگی تو آمریکا دارن لذت میبرن. عزیزی در مورد یادگیری زبان گفتن. یادگیری زبان میگم یه چیزیه که باید شبانه روزی باشه، یعنی نظر من اینه، لازم نیست حتما کلاس بریم. الان تو یوتیوب هست، الان کلی شبکه های مجازی هست، کلی آموزش های رایگان هست، همه کلن تلویزیون فارسی رو کلن دورش خط بکشین، تو خونتون آنتن فارسی رو جمع کنین، کلن تلویزیونتون رو انگلیسی کنین،
تلفنتون رو انگلیسی کنید، ساعت روی دیوار رو انگلیسی کنید، همه نوشته های روی دیوار، همه چیز رو انگلیسی کنید. یعنی وقتی که داخل خونتون هستین انگار دارین تو آمریکا زندگی میکنید. فقط تلویزیون آمریکا رو تماشا کنید، فقط توی انگلیسی خونه انگلیسی حرف بزنید. یعنی وقتی که میریم بیرون تو ایرانی، وقتی خونه هستین توی آمریکا هستین. یعنی این حالت رو خودتون به وجود بیارین توی خونتون. هم بچه هاتون لطف خیلی زیادی کردین که با زبان انگلیسی آشنا میشن، و هم برای خودتون. فکر میکنم اگر من توی ایران بودم 100% این کار رو انجام بدم. یعنی کلن همه چیز رو انگلیسی میکردم. عزیزی پرسیدن اگر کسی بیاد آمریکا چقدر زمان میبره تا خانوادهش رو، پدر مادرش رو، خواهر برادرش رو بیاره. اگر اومدین آمریکا و شهروندیتون رو گرفتین، سیتیزن آمریکا شدین، میتونین برای پدر مادرتون اقدام کنین برای گرین کارتشون. حالا نمیدونم یک سال دو سال ممکنه طول بکشه، یه سری هزینه های خواهد داشت، حالا 500-600-700 دلار و به علاوه هزینه های بلیط و اینجور چیزه. اگر برای برادر خواهرتون اقدام کنین، چون خیلی لیست طولانی دارن، ممکنه سالها 10-15 سال طول بکشه. اگر برای همسرتون اقدام کنین، ممکنه یه سال دو سال طول بکشه که بیان. حالا بستگی داره برای نامزدی اقدام میکنین یا برای بعد از ازدواج اقدام میکنین. اگر برای بچه هاتون اقدام میکنین، اون هم اگر سنشون کمتر از 21 سال باشه کمتر طول میکشه، اگر بالای 21 سال باشه که تقریبا خیلی طول میکشه. یعنی مطمئن نیستم البته بکنیم برای بچه های بالای 21 سال اقدام کنیم، اونو بعد خودتون جزئیاتشون نگاه کنیم. عزیزی پرسیدن تو پنسیلوانیا، جایی که من زندگی میکنم، پیاده رو وجود نداره، همه باید با ماشین حرکت کنن. بله، اکثر جاهای آمریکا پیاده رو وجود نداره و اگر ماشین نداشته باشین کلن در عذابی. ولی خب تو شهرهای جاهایی مثل نیویورک همینطور که میبینین همه جا پیاده روه، همه جا وسایل حمل و نقل عمومیه و اگر ماشین داشته باشین در عذابی. برای همین بستگی داره که کجای آمریکا باشین فرق میکنه. اونجا یه آب میوه فروشی هست، حواس آب میوه کردم، چی بخورم نمیدونم، بهتر همون آب رو بخورم، تشنگیم برطرف شد. داخل دیدم این آقا سبزه چیز گذاشته، چی میگن؟ نوروز گذاشته. نفهمیدم برای چی گذاشته اون سبزه رو، برای چی استفاده میکنه، احتمالا برای نوشیدنی استفاده میکنه. اینجا هم کلی سبزی های تازه، میوه های تازه هست. یکی از عزیزان پرسیدن من که ماشینم رو توی پنسیلوانیا جلوی خونم پارک میکنم، تا حالا مشکلی مثل سرقت یا شکستن شیشه از اینجور چیزا پیش اومده یا نه؟ نه، اونجایی که من زندگی میکنم معمولا همچین مشکلی پیش نمیاد. اینا پلیس هم با اسب دارن حرکت میکنن. ولی توی نیویورک، تو بروکلین، تو برونکس ممکنه همچین مشکلاتی پیش بیاد. بنابراین اگر تو بروکلین باشین سعی کنین که حتما توی ماشینتون هیچی نذارین، داره در داشبورد و اینا رو باز بذارین. اینم پلیس، یکیشون خانم، یکیشون آقا با اسب دارن تردد میکنن اینجا، که کسایی که میخوان شیشه ماشین رو بشکنن، وسایل بردارن، حتی اقل متوجه باشن که داخل داشبورد و اینا چیزی نیست، بیخودی شیشه ماشین هم نشکن. ولی خب سمت ما اونجوری نیست. من چندین بار شده یادم رفته حتی ماشین رو قفل کنم و
ولی خب چیزی مشکلی پیش نمیاده خدا شکر. اما اینجا یه سری هستن که معتادن، همه جای آمریکا هم پیدا میشن و چون معتادن میرن همینجوری رندومی ماشینا رو درش رو چک میکنن، باز میکنن، شیشه رو نمیشونن. من بودم این کسایی که تو شهرهای کوچیک هستن فقط رندوم میرن در ماشین های همسایه رو باز میکنن ببینن یه پولی میتونن پیدا کنن داخل ماشین که برن مواد بخرن یا الکل بخرن. در اون حد است. تو شهرهای کوچیک من ندیدم زیاد شیشه ماشین بشکنن. عزیزی پرسیدن تو آمریکا برای کسایی که شهروند آمریکا هستن دانشگاه های رایگان وجود داره. توی دبیرستان ها، توی مدرسه ها، اینجا یه سری مشاورهای تحصیلی هستن برای دانش آموزا که اگر شما درستون خوب باشه اون مشاورهای تحصیلی به شما کمک میکنن تا بتونین بورسهای دانشگاهی بگیرید و بعضی موقع ها میتونه اون بورسهای دانشگاهی یا بورسهای یا فاندهای یا کمک تحصیلی هایی که میگیرن بدون بازپرداخت باشه، لازم نیست برگردی. شرایط خیلی زیاد هست، گزینه ها خیلی زیاد هست و اینجا چون به استعدادها ارزش میدن، به کسایی که بالاخره یه نبوغی دارن اونها رو نمیخوان از دست بدن، اونها رو نمیخوان، سعی میکنن اونها رو استعدادیابی کنن و بهشون بهترین گزینه ها رو بدن تا اونا شفت کنن. سوپری پیدا کردم، بگیرم آب نگیرم، از این آب بگیرم، حسابی تشنم شده. میگه بسته هستم. خب عزیزی پرسیدن کسی که با ویزای F1 میاد آمریکا، یعنی با ویزای دانشجویی میاد آمریکا، آره اجازه کار هم داره؟ اجازه کار محدود به دانشگاه هست، فکر کنم حدود 20 ساعت داخل دانشگاه میتونیم کار بکنیم با ویزای F1، ولی بیرون از دانشگاه اجازه کار نداریم. خب اگر برنامه نویس باشین، اگر کارهای تخصصی بلد باشین، خود گرافیست باشین یا اینجور چیزا، ممکنه کارهایی بگیرین که بتونین کش هم کار کنین، ولی خب عموماً زیاد راحت نیستش. عزیزی در مورد تعطیلات آخر هفته پرسیدن که توی آمریکا تعطیلات آخر هفته چجوری هست؟ توی آمریکا شما هفتهتون از هفته کاریتون از دوشنبه شروع میشه، دوشنبه صبح میرین سر کار تا پنجشنبه جمعه کار میکنین. تو اکثر شرکت ها جمعه هم فول کار میکنین و هر روز 8 ساعت بعد کار کنین، یعنی از روز دوشنبه تا روز جمعه هر روز 8 ساعت میشه 40 ساعت. این روزهای کاری شماست و روز جمعه، روز شنبه و یک شنبه هم که تعطیلات آخر هفته است. توی بعضی از شرکت های IT، شرکت های تکنولوژی، ممکنه روزهای کاری از دوشنبه تا پنج شنبه باشه و جمعه رو بهتون اجازه بدن که از داخل خونه کار کنین. یا میگم تو شرکت های IT فرق میکنه، ممکنه بهتون بگن که مثلا 4 روز هفته روزی 10 ساعت کار کنین، جمعه کار نکنین. میگم شرکت های تکنولوژی میتونه متفاوت باشه، ولی اکثرا که شرکت ها 5 روز هفته کار میکنن، هر روز 8 ساعت و نیم ساعت هم نهار هست که میشه 8.5 ساعت، بعضی جاها 1 ساعت نهار استراحت هست میشه 9 ساعت. برای این نهار استراحت معمولا پول نمیدن و هفتگی 40 ساعت کار میکنید. و اگر اوورتایم کار کنین، یعنی مثلا 45 ساعت کار کنین، اون 5 ساعت اضافه بهتون 1.5 برابر حقوقتون میدن، بعضی جاها 2 برابر، فقط اون 5 ساعت. دو تا بچه دعواشون شده، بچه نیست، خانم بزرگ
اختراقات میزنم، پلیس لازم دارم. از اینجا میریم به داخل پن استیشن که هم سابوی هست، هم ایستگاه ترین هم اونجاست و تا بتونم از اینجا برم به سمت لنکستر. ساعت 8:00 حرکت میکنم. ترین خانم هی داد بزنم پلیس اومد بزنم پلیس شمارش کنم. پلیس با کسی اینجوری کار داره بهتر دنبالشون نگیر، ممکنه خودتون رو درد سر بیفتید. ولی خب من اگه یکی رگ هم میزنه بالا فوزیلی رگ فوزیلی میزنه بالا پلیس داره باش میگه آروم باشه. همچنان داره داد میزنه این شما بی خانمانی هم اینجا داره استراحت میکنم. سمت آمتراک که با ترین برم به سمت لنکستر. عزیزی گفتن تو ایران لیسانس حقوق دارن، با امریکا میخوام پرستاری بخونن. پرستاری دوره های مختلف داره، دوره 2 ساله، دوره 4 ساله که میتونین یکی از این دوره ها رو انتخاب کنین، دانشگاه ثبت نام کنین. اینجا انواع دانشگاه ها هستن با هزینه های مختلف، ولی خب رشته پرستاری یکی رشته هایی که حقوقش خوب هست و میتونیم امتحان کنیم. خب از اینجا باید داخل بشم و برم بسن بکر منتظر باشم برای ترم امتحان. نوشیدنی بگم خیلی تشنه شده. خب اینجا هم محل منتظر شدن. ترن هم میاد. خب دوستان یه 10-15 دقیقه وقت دارم، اینجا نشستم یکم از کارم انجام بدم و یکم تلفنم رو شارژ کنم و اینکه ممنون وقتی که وقت میذارین، کامنت میذارین و ممنون از دیدن من لطفتون. خب اینی که داره میره هریسبرگ، ترنی هست که من بعد باش برم و میگه که وست 10 غربی. از اینجا میرم پایین، همینجا هست. بعضی از این ترن ها
حالت ساکت هستن، یعنی کسی حرف نمیزنه اونجا. اگه میخوای برنامه ندارین که با کسی حرف بزنین یا تلفنی حرف بزنین، میتونین برین داخل اون ترن ها، داخل اون واگن. بعد اینجا نشستم.